به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. یکی از دوستان خداوند، یکی از دوستان الهی میگه هر شبش که با ذکر الله سحر میشد هیچ شبی را میگه خواب نمیکرد، فقط و فقط در ذکر و یاد الهی بود. یک شبی میگه خوابش برد، در خواب ما از شدت زیاد کار کردن، از شدت کاروبار زندگی میگه حضرت خوابش برد. مشایخه از خواب خیز که نماز صبح دنید است، به نهایت خودش ملامت کرد، سرزنیش کرد که الله مهربان ما را در دنیا برای عبادت خلق کرده است، برای بندگی خلق کرده است، نه برای خورد و خواب، نه برای عشرت، نه برای راحت. زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. به نهایت میگه حضرت خودش سرزنش کردک، حضرت وضو گرفتند، ره سپار به سوی خانه خدا شدند، به سوی مسجد. بعد از ادای نماز صبح، بعد از ادای نماز بامداد، عزیزا که فرزند حضرت میگه، فرزند همین شیخ گوسپنبان بودک، میگه با همراهی چند از شاگردانش به صحرا برآمده بودند، در گوسپنچرانی خبر آوردن که حضرت پسرتون گم شده است، همین شب گمش کردیم، نمییابیمش، تمام جا را کفتیم. حضرت هم دیگر در تشویش، شیخ هم در کفت و کاب برآمدن، خیلی کفت و کاب کفت و کاب، ولی عزیزان دل هیچ درکی نبود از فرزندش. آمد خانه در آمد، از انتظاری بسیار، از برادرای عزیز فکرهای بسیار، البته از عذاب بسیار، انسان وقتی فرزند خودش گم میکنه، یک ساعت عزیزان دل، حتی یک دقیقه که مادر یا پدر فرزند خودش گم میکنه و از او خبری نمییابه، آنچنان حالت میشود که برادرای عزیز، البته ایرا بگیم علم اثبات کردگی هست، میگه اگر همه حالت در کوها بگذارم، کوها پاره پاره میشود، ولی الله مهربان اونچنان قلب انسان با قوت خلق کردگی هست که. بعدن میگد شب شد ولی از فرزند شیخ هیچ درکی نیست، هیچ خبری نیست که در کجا باشه. شیخ میگم غناوش برد، همه تون خواب لحظینهی برادر عزیز که در جای ششتگی هم خواب انسان میبره و در خواب دید که البته شیخ از شدت انتظاری بسیار نظر کردن به در و دیوار، از صد بار از جوش خسته و نگاه کردن بیرون ها، برادر عزیز اطراف که حاضر فرزندش میبیا، حاضر فرزندش میبیا، از شدت بسیار عزیزان دل مونده شدن هم غناوه کش برد و در خواب دید، صدای شنید که شیخ دیدی که چقدر 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 دشوار است انتظاری، دیشب ما را فراموش کردی و خواب بود، بود در خواب رفتی، ما را به نهایت انتظاری کشیدیم که حاضر بنده ما میبیا، حاضر عبد ما میبیا، به نهایت ما در کافت و کابی تو بودیم. ببینی برادر عزیز، ولی نیامدی. البته الله خالق ما و شما، رب العالمین، محتاج هیچ هیچ عبادت ما و شما نیست. اگر میلیون سالها ما با یک سجده عزیزان دل بافتیم و تمام بشریت، تمام مخلوقان اگر در عبادت باشیم، عزیزان دل، ما به الله مهربان هیچ فایده ای نمی رسیم. الله مهربان عاشق ناله های بنده شد. شیخ هم از خواب بیدار شد وقتی شنید که دیدی چقدر دشوار است انتظاری. الله مهربان دردی و فرزند چگون کرد تایی که شیخ انتظارو بکشه که چقدر دشوار است. پروردگار تم انتظار میکشه بنده ای که وقتی نماز نمیبیا به سری نماز، بنده ای که وقتی عبادت الله را نمیکنه، بنده ای که وقتی سری جای نماز را نمیشینه، بنده ای که غافل میشه از عبادت الله مهربان. الله به نهایت انتظار میشود بنده ای را که عزیزان دل و گرام قد وقت بیرون از یاد الله باشد. و به حتی وقتی که الله مهربان برای ما و شما درد میته تا
با اون خاطر عزیزان دل که ما نالیش کرده الله بگیم. الله مهربان این از ما دوست دارد. الله مهربان بازم میگیم هرگز 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 محتاج عبادت های ما نیست، محتاج شب زنده داری های ما نیست، محتاج محتاج ذکر کردن ما نیست، محتاج استغفار گفتن ما نیست. هر یک چیزی که میکنیم عزیزان دل به نفع ما هست. الله مهربان ما رو دوست دارد. شیخ از خواب بیدار شد، شیخ از خواب بیدار شد، اونچنان گریه و ناله که پروردگارا من چشیدم، چشیدم تلخی انتظاری را، یا الله. ببینی برادر عزیز، ما امروزها شاید بعضی ها ماها باشه، سالها باشه، روزها شاید باشه که طهارت نکرده باشن و در سر جای نماز نیامده باشن. شاید بسیار باشن اشخاصی که برادرای عزیز ماها باشه، سالها باشه که نماز ادا نکرده گیان، ترک نماز کرده گیان، ترک ذکر و یاد الله کرده گیان. عزیزان دل من، الله مهربان ما و شما را انتظار است که به درش باز بگردیم، سریع برای مغفرت الهی بیاییم، بدویم عزیزان دل تا اینکه رحمت الهی را به دست بیاریم، رضای الله را به دست بیاریم. هرگز نگیم برادر، هرگز نگیم که ما یک سال نماز نخوندیم الله مهربان ما را نمیبخشد. نه، الله میگه لا تقنطوا من رحمت الله. ببینید برادر، هرگز ما ناامید نشویم، قطع نکنیم امید خودمون از رحمت الهی که الله ما را نمیبخشد ما نماز نخوندیم. هرگز این فکر نکنه که اگر هزار بار زنا کردی دیگه تر الله نمیبخشه، چون این نیست عزیزان دیگه من. الله ما و شما را میبخشه، الله دوست میداره ما و شما را که به توبه پیشش بیاییم. شخصی که میگه گناه میکنه و توبه میکنه به مانند شخصی هست که هرگز گناه نکرده است. حتی الله سبحانه و تعالی به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که ای محمد، اگر این قوم گناه نکنن، اگر بندگان، اگر ما و شما گناه نکنیم، همه گی برادر عزیز ببینید، هیچ که اگر گناه نکنه همه پرهیزگار شو، الله گفت من ایارا نیست میکنم، قوم را میبیارم گناه کنن و توبه کنن پیش ما بیاین. ببینید چقدر الله توبه ما و شما را دوست میدارد. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من، به ما گو حاجتی خود را، اجابت میکنم آن را. الله رو بیچ میگم، بندم از من چی میخوای؟ ماشین میخوای از من؟ فرزند میخوای از من؟ شفا میخوای از من؟ چی میخوای از من؟ چی چیز میخوای؟ به ما گو، الله میگه حاجتی خود، تو برای ما بگو حاجت، ما برای تو خواهم داد. باور کنید بسیاری از اشخاص بودن، الحمدلله شاید هم این روز ویدیو ما رو تماشا داشته باشن، با 8 سال و 10 سال و زیادتر از این فرزندار نشده بودن، تمام شهرهای برجسته را، تمام شهرهای نامداری روی دنیا را گشتن، تمام مملکت ها را گشتن، برای تبابت برای فرزندار شدن، ولی وقتی که الله اگر فرزند نده هیچ که نمیده. یک شب، دو شب، سه شب در حضور الله نشستن، وضو گرفتن، روی جای نماز نشستن، سر در پیشگاه الله گذاشتن، دست بالا کردن که یا رب، یا رب، همه درها را گشتیم ناامیدیم، به جز دری تکی، هر که نزد دری تو بیای تو را ناامید نمیگردانی. پروردگار را فرزند بوده، الله فرزند شما داد. الله چی داد؟ فرزند شما داد برادر عزیز. چرا؟ زیرا دست بالا میکنیم وقتی به سوی پروردگار الله میگیم، و در جواب یک بار لبای نمیشنویم، صدها لبای میشنویم از سوی پروردگار. مون که وقتی میگیم یا الله، پروردگار ما چی میگه؟ لبای که یا عبدی، چی میگه بنده ای من؟ چی میخواهی از من؟ بخوا، موشین میخواهی؟ شفا میخواهی؟ فرزند میخواهی؟ مال و ملک دنیا و آخرت هم میخوایی؟ همشه براد میتونم. بیکوشیم برادر عزیز، بیکوشیم لحظه ها را غنیمت بدانیم،
همه وقت خود را در تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب و سایت ها نگذرانیم. وقت جدا کنیم برادر عزیز، همیشه وقت داشته باشیم برای ذکر و یاد الله، برای استغفر الله العظیم گفتن، برای لا اله الا الله گفتن، برای سبحان الله گفتن. شخصی که اگر یک دقیقه عزیزان دل میشیند برادر عزیز الحمدلله رب العالمین گفته، تمام نعمت های پروردگار رو پیش رو میبیاره و شکرگزاری میکنه، بهتر میگه از عبادتی صد ساله است. ببینید تفکرات در مورد نعمت های الهی. پس عزیزان دل بکوشیم انشاءالله تا در غفلت نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.